سرخط مهمترین خبرها، افزایش حملات خودی در صفوف نیروهای امنیتی در آستانه خروج نیروهای خارجی. شام خونین لوگر، ده ها تن در انفجار موتوربم در شهر پل علم کشته و زخمی شدند. با نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. خبرگزاری افاق، افزایش حملات خودی در صفوف نیروهای امنیتی در آستانه خروج نیروهای خارجی. بر اساس گزارش بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار حملات خودی در صفوف نیروهای امنیتی که توسط نفوذهای طالبان انجام می شود در ربع اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 37% افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارش سیگار امروز جمعه 10 ثور منتشر شده است. سیگار دریافته که تلفات حملات نفوذی طالبان نیز دو برابر شده است. در این گزارش رقم تلفات ناشی از این حملات سری نگه داشته شده است، اما بر اساس ارقامی که سوی نیروهای ائتلاف منتشر شده، در 3 ماه نخست امسال میلادی 115 تن از نیروهای امنیتی در 31 حمله منفی کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در گزارش تذکر رفته که دولت به ویژه نیروهای امنیتی افغانستان شدیداً وابسته به حملات مالی و انسانی ایالات متحده باقی خواهد ماند. سیگار یادآوری شده که خروج کامل نیروهای آمریکایی و قراردادهای دفاعی ایالات متحده از افغانستان آزمایش خواهد کرد که آیا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان می توانند بدون حمایت مستقیم نظامیان آمریکایی و ائتلاف از خود حفاظت و از دولت افغانستان دفاع کنند یا خیر. با گفته های مقام ناتو، روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ناتو گفته است که خروج نیروها، حمایت قاطع ناتو از افغانستان به روشی هماهنگ آغاز شده و تمام اقدامات لازم برای اطمینان از امنیت آن انجام شده است. این مقام ناتو افزوده است که خروج آغاز شده است. این یک فراینده منظم، هماهنگ و آگاهانه خواهد بود. ایمنی نیروهای ما در هر مرحله اولویت اصلی است و ما همه اقدامات لازم را برای ایمن سازی پرسنل خود انجام می دهیم. مطابق توافق دوحقی میان آمریکا و طالبان امضا شد، نیروهای خارجی باید در اول ماه می از افغانستان خارج می شدند، اما بر اساس تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قرار است 2500 سرباز آمریکایی همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. همچنان این در حالی است که شام خونین لوگر، ده ها تن در انفجار موتوربم در شهر پل علم کشته و زخمی شده اند. اشتصاب کابل طبق گزارش های ابتدایی در پی انفجار موتوربم گزاری شده، در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر ده ها تن کشته و زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفته است یک موتور پر از مواد انفجاری ساعت 7 شام روز جمعه 10 ثور در مربوطات ناحیه اول شهر پل علم در نزدیکی شفاخانه مرکزی لوگر انفجار کرده است. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عام گفته است که از این انفجار 5 کشته و 60 زخمی به شفاخانه منتقل شده اند. با گفته آریان، آمار کشته شدگان و زخمیان این رویداد بالاتر از 30 نفر است. سخنگوی وزارت امور داخله افزوده است که انفجار در ساحه رخ داده است که در آن خانه های غیر نظامیان و شفاخانه موقعیت دارد و به همین دلیل تلفات به غیر نظامیان وارد شده است.
گفته شده است که مهمان خانه والس هولی از رای لوگر هدف انفجار قرار گرفته است. طبق گفته های سخنگوی وزارت امور داخله، شیشه های شفاخانه و خانه های غیر نظامیان و سقف منازل بر دانشجویان مسافران و مردم فرو ریخته است. آریان میگوید که نیروهای امنیتی به محل حادثه رسیده و در تلاش نجات گیرماندگان از زیر آواره هستند. مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی تا کنون بر خود نگرفته اند. همچنان این در حالی است که انفجار ماینی در مرکز شهر هرات 4 زخمی بر جای گذاشت. اشتصابه هرات در پی انفجار یک ماین مغناطیسی در منطقه تانگ مرکزی شهر هرات 4 نفر زخم برداشته است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات به روزنامه اشتصاب میگوید که در این رویداد یک نفر زخم برداشته، اما منابع مردمی از زخمی شدن 4 نفر به شمول یک پلیس، 2 کودک و 1 فرد غیر نظامی خبر می دهند. ابراهیم محمدی مسئول هرات آمبولانس می گوید که بر اثر انفجار 4 مجروح به شمول 1 نظامی، 2 طفل و 1 فرد ملکی زخمی شدند. هدف انفجار موتر عامر آتش نشانی اطفایه هرات بوده است. محل انفجار در چند متری اقامتگاه فرمانده پلیس هرات موقعیت دارد. چند روز پیش نیز چند راکت بر پایگاه امنیتی پلیس در ولسوالی انجیل هرات شلیک شده است. این در حالی است که بشیر احمد قاسانی در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: فوری از لوگر خبرهای بد به گوش می رسد. بر بنیاد گزارش های ابتدایی شام امروز از اثر یک انفجار نیرومند در برابر شفاخانه ملکی لوگر ده ها تن کشته و زخمی شدند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سوالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.